این چطور ببین در کشور ما در, برا در برابر کسانی که تلاش میکنن تلاش میکنن خرافات رو بکنن از این جامعه برخورد میشه مشرق نیوز روزنامه اصولگرا می نویسه تکذیب نقل قولی از مجید مجیدی درباره یک امامزاده زاده عکس و فیلمش هم گذاشت ببینیم چی می بوده میگه که یه تعدادی از روزنامه نگاران ویدیویی که پخش کردیم براتون ویدیو از ایرنا بود ویدیو ایرنا بود یعنی یک خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی نقل قولی از مجید مجیدی گذاشتن که برای فیلم برده تو یک شهر شمالی اتاقکی شبیه امامزاده ساختیم دو سال بعد برگشت اونجا تبدیل به زیارتگاه شده و بسیار ما می خب میگه این شایعه است بعد حالا واقعیت چیه میگه تو این روایت چند ماه پیش تو کانال تلگرامی بوده برای تهیه قسمتی از یک فیلم به روستایی در شمال کشور رفتیم به خاطر اینکه نمیخواستیم مسافتی رو که امامزاده داشته بچه اذیت نشن یه اتاق کوچیک شبیه امامزاده ساختیم و چند نفر بازیگر نقشای خود رو تو اونجا ایفا کردن بعد از پایان فیلم برداری چون یک بنای معمولی بود اون رو جهت گزینی پرندگان سالم رها کردیم و رفتیم حدود دو سال بعد خبردار شدیم امامزاده ساخت اون امامزاده ساختگی ما تبدیل شده به یک زیارتگاه اول باور نکردیم اما جهت حصول اطمینان به اونجا سفر کردیم دیدیم که بله همین اتفاق افتاده اون اتاق تبدیل شده به یک امامزاده و پیروان و بزرگان محل به شدت ناراحت شدن و این کار ما رو که میخواستیم خراب بکنیم توهین تلقی کردن خود مجید مجیدی بعد حالا چیزی که میخوام الان بگم اینه که مجید مجیدی مشرق میاره که اومده انکار کرده خب اعتقادات مردم رو به بازی گرفتن مجید مجیدی ببینید چی رو انکار کرده ببینید مجید مجیدی چی رو انکار میکنه یعنی این انکار مجید مجیدی تیتر دیگه کامل خبر رو بخونید اکثرا هم نمیکنن خبر رو بخونید چه چیزی انکار کرده میگه ما فقط در در فیلم رنگ خدا نیاز به یک سقاخانه داشتیم منظورش اینه امامزاده نبوده سقاخانه بود حالا مهم نیست امامزاده سقاخانه یا هر چیزی و آن رو ساختیم و اینکه گفته می شود من برای یکی از فیلم ای ساختم و بعد تخریب کنم اما ندن درست نیست آقا اصلا کسی نگفته یه امام زاده ساختید حالا سقاخونه چهار تا دیوار یه چیزی درخ. شبیه مسجد یه درخت یه چیزی ساختید که شبیه به اون بوده دیگه چطور مشر... مشرق میخواد یه اتفاق گفته داره تکذیب کنه اتفاقی که ایرنا میاد ویدیو میسازه براش یعنی اینقدر مسئله مهم میشه میگه متاسفانه گروهی اعتقادات مردم رو هدف گرفتن اینگونه اخبار دروغ محض برخی فقط میخوان در راستای تضعیف اعتقادات و مردم حرکت کنند چه اعتقادات و باورهای مردم اعتقاد و باور به اینکه یک سقاخونه میتونه شفا بده یعنی این اعتقادات و باورهای مردم رو مورد نشونه قرار گرفتن ناراحت هست کسی از این بابت ببینیم ما توی اگر بره تو اروپا کلیسا دارن کار میکنن دارن دروغ میگن به مردم یه نفر رو میارن بازی میکنه ادا در میاره یه شل خودش رو ناتوان و شل نشون میده خودش رو بیمار لاعلاج نشون میده خودش رو کور و نشون میده بلند میشه راه میره یه میا میاد دارم میبینم این چند تا دو تا فلانه فلان یه یا آمین فلان چیزا دست بزنید درای خدا برای مسیح که این اتفاق افتاده رسانه های حکومتی نمیان پشت این خوزه و مزخرفات و دروغوی ها رو بگیرن همونطوری که یه جادوگر میتونه اونجا آزاده میتونه مردم رو فریب بده این اهل کلیسا میان به مردم, مردم فریب میدن اگر تو هند یه بازیگر هندی که براتون میارم میگه ادرار گاو خوردن باعث میشه کسی کرونا نگیره و یه عده این کار رو انجام میدن روم به دیوار کلاب بروتون به قول عربا اکرمکم الله